مردم دیگه گوششون به یاوه ها یاوه گویی های حکومت کثافت اسلامی بدهکار نیست. مردم دارن میان تا هر طور که شده و با هر آلات و ابزار و وسیله و هر گونه رمزی که در تنشون هست اومدن تا حقوق حقه خودشون را با اثر دادن این گونه پیام های کومنده و رسوا کننده، یعنی مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر تو که میگن یعنی مرگ بر مزدور، یعنی مرگ بر جیرخار، یعنی مرگ بر فاحشه سیاسی اومدن و در این راه کوتاهی هم نمی کنن. آقای حیف واژه آقا که به تو کثافت روزخون حرومزاده چلاغ مفعول خامنه ای یا اون ازبک بی پدر و مادرتر از تو، اون حرومزاده رسمنجانی که عبای ولایت رو رو شونه تو انداخت و عمامه فقیه رو کله تو حرومزاده گذاشت، ملت ایران دیگه براشون مهم نیست شما چقدر اراذل و اوباش به خیابون بریزید. همتشون، سعی و کوشششون اینه که تا 20 تیر هر روز خنجری به شما ها بزن. پیام ملت ایران، پیام بچه های ایران، دانش آموزان، دانشجویان، زنان، کارگران، تمام قشرهای مختلفی که از شماها نفرت دارن، 98% ملت ایران، نه 2% امت ساندیسی یا نمیدونم ساندویج و این گونه مسائل و اتوبوس ببری نشون و بیاری نشون، انقدر پیام ملت ایران واضح و روشنه که هیچ نیازی به تفصیلات سنجیده بیشتری نداره و هیچ نیازی نداره این ابر طول سگ روشن فکرانه توده ای همینا این پروژه سبز رو را انداختن رفتن پشتش قایم شدن، توده سبز سیاه. آنچه که باید آشکارا توضیح داده بشه عملکرد مسئولان فاسد، مسئولان جنایتکار و خونخوار رژیم صفاک اشغالگر اسلامی است که با محدود نمودن همه جانبه ملت شریف و آزاده ایران در تمامی زمینه‌های زندگیشون فضای دهشتناک یک زندان گسترده مخوف به بزرگی مساحت ایران، عظمت 1,648,000 کیلومتر مربع خاک ایران، یک زندان گسترده مخوف به وسعت همه ایران در سراسر میهن ما ایجاد کردند. آیا همه اهداف مؤسسان این حکومت ضد بشری و طول سگها و فاحشه ها و شیرخواران و مزدوران برون مزیش فقط در محدوده عملیات خونخوارانه و کشتار جوانان برونمند این مرز و بوم و نیز چپاول همه دارایی های این مردم مظلوم خلاصه شده؟ سؤال، آیا اینگونه میخواهند با این همه ترفندهای خشن و غیر انسانی جنایت کارانه کشتی به گل نشسته حکومتشون را نجات بدند و اون را به ساحل رهایی برسونند، یا با کمک گرفتن از رسانه های وابسته به خارج از کشورشون قلم به مزنان نشسته در خاکهای غربتشون، رسانه های خارجی زبون فارسی در خدمتشون، استاد اساتید دانشگاه با پول خون ملت ایران کرسی خریده شده شد، و یا هر بی پدر و مادری که در خارج از کشور خودش رو اپوزیسیون نامیده و از ارکان این رژیم، از کاتالیزورهای رژیم، از بنیانگذاران سپاه این رژیم، از بنیانگذاران اطلاعات امنیت این رژیم و به طور کلی از بند ناف این رژیم افتاده و بیرون اومده، آیا همه متن و حواشی آیین و دینی که مدام سنگ اون رو بر سینه میزنند، دکانداران دین رو میگه و ادعا میکنند که زیر بیرق سبز
حسین ابن ابی طالب و یا علی ابن ابی طالب یا محمد ابن عبدالله قرار دارند و فقط به دستورات آن عمل می کنند و همه اعمالشان بر اساس احکام این آیین است، واقعا آیا تا به حال خامنه ای تو خودت بهتر از همه می دانی که هرگز چنین نیست؟ هیچ زمان در طول 1400 ساله این وحشت، این رعب، این آدمکشی، این جنایت با نام اسلام انجام نشده بود. شما اگر تتم آبرویی هم علی ابن ابی طالب یا محمد ابن عبدالله و یا اون 12 فرزندانشون داشتن، با اومدن اون 13 خمینی گجشتک و تو حرومزاده خامنه ای و تشکیلات دارالخلافه تو، اگر آبرویی هم هنوز اون اسلام و اون قرآن و اون محمد و این گونه مسائل در یک قشری از جامعه ما وجود داشت، اون آبرو رو هم شما به باد دادید و حیثیت همین آیین اسلام رو هم نه تنها در ایران، در همه جهان به زیر سوال بردید. مردمی که در روز یک شنبه 23 خرداد 89 سخنان 14 خرداد شما در گورستان قاتل دیگری از نوع خودتان که قبل از شما به جان مردم این سرزمین افتاده بود، او را به صخره گرفتید و تلویحاً به شما و بقیه مزدورانتون نشون دادند که دیگر مرز پرگوهر و شهروندان اون، ملت ایران، جوانان ایران، زنان ایران دیگه تاب تحمل باکتری های فاسد کنندهی مانند تو خامنه ای، تو رفسنجانی، شما پیر سک های پیر کفتار های افعی روشونه رو یک مثقالش رو قبول ندارن، خواهان مرگ شما ها هستند. مردم نخواهند گذاشت که بدون گرفتن اجرت مزدوریتون برای شیطان از چنگ عدالت بگریزید. شما باید جوابگوی جنایاتتون باشید. هر بار شلوغ میشه هواپیماهای شماها موتوراش روشن میشه، هلیکوپترها آماده میشه. کجا میخواید برید؟ سوریه برید؟ لبنان برید؟ سومالی برید؟ برزیل برید؟ پیش شاوز برید؟ هر کجا برید گیرتون میاریم، تو گونی میندازیم، براتون میگردونیم، محاکمتون میکنیم. حرامزاده ها، ملت ایران با هدف سرنگونی رژیم شما در کلیت و در تمامیتش پا به صحنه گذاشته و داره اون رو هر روز پیگیری میکنه و اهمیت مضاعفتر آنچه که ملت ایران به دنبالشه اینه که مرگ شماها رو در کلیت و در تمامیتش حسش کنه، فیلش کنه، احساسش بکنه. جنبش ملی مردمی، خیزش ملی مردمی، رستاخیز ملت ایران، این حرکت بی سابقه مردمی، ملی مردمی در ایران دفاع از حقانیتشونه، دفاع از موجودیتشونه، دفاع از میهنشونه، دفاع از ناموسشونه، دفاع از ملیت و هویت و تاریخ چند هزار ساله شونه، برای اثبات حق مالکیتشون بر دیار اهوراییشونه. این خیزش همگانی، این رستاخیز ملی که سعی کردید در طول 11 گذشته دو تا جنایتکار حرفه‌ای مثل موسوی که دستش به خون 120,000 جوون هموطن من آلوده است، یا اون آخوند مفنگی مفعول کروبی و با اون طول سکایی که در خارج از کشور فرستادید خواستید گرد مرگ روش بریزید، غافل از این که این بچه ها تا ته خط آمده اند و تا ته خط خواهند رفت و ته خط مرگ شماست، رگ گردن شماست، ریشه شماست، با تبر میزننش.
این خیزش، این رستاخیز، آبکی